مشکلات، زنجیر بیماری و اکنون زنجیر کرونا در نام عیسی خاره میشه. پس بیاد با من یه نسیم رو با هم بخونیم. هر زنجیری در نام او خاره شود، هر زنجیری در نام او خاره شود. بازم بگویم هر زنجیری در نام او خاره شود.
هللویا، خدا رو شکر، خدا رو شکر برای این سرودهایی که خداوند به فرزندانش میده تا نام او رو جلال بدیم و حقیقتا در پرستش که در حضور خدا هست تراپی و سلامتی و شفا هست. با سپاس از سروش عزیزم و از ساحل عزیز که این سرود رو اجرا کردم و همچنین از تک تک شما عزیزان که اینک با ما هستید. همان گونه که میدانیم هر پنجشنبه به وقت لس آنجلس ساعت 7:30 کلیسای پسند مسیح جلسه میان هفتگی رو داره. به خاطر دوران قرنطینه خب نتوانستیم در کلیسا باشیم پنجشنبه، البته یک شنبه هستیم و حالا تشویقتون میکنم که بیایید لطفا. مبادا این طولانی شدن آمدن به کلیسا باعث کمی گرد و غبار در افکار و دل و احساسات ما بشه و تصور بکنیم که میتوانیم به همین راحتی همیشه در خونه باشیم و کلام خدا توی خونه بشنویم. خداوند از ما میخواد که ما این اتحاد و یکدلی رو داشته باشیم. به طور خاص در زمان عشای ربانی لطف کنین عزیزان با ما باشید در کلیسا و دیدار همدیگه، دیدار خواهران و برادران آسمانیمون کمک خواهد کرد که ما یک امید تازه بگیریم، یک شادی تازه نیز در فکرمون، احساسمون ایجاد بشه. مسلما اگر احساس میکنید که در ضعف جسمانی هستید و یا اینکه احتمال میدید که دارید مریض میشید، خب اصراری نیست که تشریف بیایید، اما این رو بدونیم که عزیزان اگر ما همه جا میریم و کلیسا نمیریم، این رو بدونیم که خیلی نمیتونه خوب باشه، چرا که خانه خداوند بنا شد برای اینکه خداوند فرزندان خودش رو در کنار خودش اونجا داشته باشه. همچنین عزیزانی که لطف میکنن شبکه امید جاودان رو مطابق اون رویایی که خدا به ما داده برای رسوندن خبر خوش نجات ما رو یاری میکنید، سپاسگزار هستم و خواهش میکنم عزیزانی که هنوز دست به این اقدام نیکو نزدن، بیننده شبکه امید جاودان هستن، خواهش میکنم چه عزیزانی که در کلیسای پترون مسیح عضو هستن و چه عزیزان دیگه ای رو تشویقتون میکنم میتونید روی سایت ما برید pwoc.church و دونیشن خودت رو، دهیک خودت رو، هدایای خودت رو بدید تا با فیض خداوند این خدمت رو گسترده کنیم و ایمان داریم که همین اتحاد و یکدلی هستش که دلیلی خواهد شد با فیض مسیح ایرانی ها نجات پیدا کنن، دلیلی خواهد شد که سرزمین عزیز ما از این اسارت نظام اسلامی، از این اسارت خود اسلام آزاد بشه، چرا که ما صادقانه ایستادیم در کنار تیمی که خداوند کنار من قرار داده در طول سالها بتونیم نام مسیح رو در بین ایران و ایرانیان بلند کنیم. قبل از اینکه بخوایم از کلام خداوند بشنویم نسبت برگزیدگیمون، موضوع برگزیدگی الان هفته‌ها هستش که در کلیسای پسند مسیح چه پنجشنبه‌ها و چه یکشنبه‌ها داره عنوان میشه مطابق کلام خداوند، تا ما به اون اقتدار و اتوریتی و اون قدرت و قوتی که کلام خداوند اعلام میکنه به ما داده برسیم و در اون مسیر قدم برداریم. پس میخوام برای همین موضوع، برای خواندگی تو هموطن عزیزم، تو که عضو کلیسای پسند مسیح هستی، دعا کنم و همچنین برای مردم ارمنستان که میدونیم این روزها در رنج هستن، در جنگ تحمیلی که متاسفانه از آذربایجان، از دولت البته آذربایجان بوده نه مردم اون، و باز میبینیم که رهبران اسلامی و سیاسی همچون اردوان که در ترکیه رئیس جمهور هستش و جمهوری اسلامی، اینها سعی میکنن به همین وسیله اون قسمت از خاورمیانه که متعلق به خداوند و عیسی مسیح هست رو نیز اسیر شریر و شیطان و قدرت اسلامی کنن. پس دعای ما برای ارامنه این هست که بیستن با قوت و قدرت، خدا نیز با اونها خواهد بود. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، برای این وقت تو رو شکر میکنم، برای عزیزانی که خدا روی فیسبوک، روی اینستاگرام، روی شبکه امید جاودان هستن ای خدا و کلام تو رو میشنون، از تو میخوام به مصلحت‌های دل آنان تو آنان را برکت بدی در نام عیسی مسیح خداوند. دست پرزور تو با ایران و ایرانیان باشه ای خدا، حقیقت تو بر ایرانیان مکشوف بشه ای خداوند و این قدرت تاریکی رو تو با فیضت نابود کن، به که به نام اسلام و نظام اسلامی در سرزمین عزیز ما ایران هست.
هست، ایرانی ها رو در اتحاد در یک دلی قرار بده و برکتشون بده خداوندا، تا بتونن خدای قدوس به آنچه که اراده تو از عمل کنن برای رسوندن خبر خوش نجات خدا. خواندگی عزیزان رو خداوندا تو یادآوری کن به فرزندانت تا در اون مسیر قدم بردارن. همچنین دعا میکنیم خداوندا برای مردم ارمنستان، در به طور خاص آنانی که در ارمنستان هستن، در این جنگ تحمیلی خداوندا تو آنان رو حفظ کنی، تو این حکمت رو به دولت ارمنستان بده خدا چگونه عمل کنه. و همچنین از تو میخوایم خداوندا تو دولت آذربایجان رو تو ملاقات کنه خدا، قبل از این که خدا بیشتر از این دست به جنایت بزنن توبه کنن خدا و بیدار بشن و تو مانع شرارت شیطان به نام اسلام در جهان شوی خداوند. ممنون هستیم، سپاسگزاریم، ادامه جلسه‌مون رو به دست تو ای پدر عزیزم میسپاریم در نام مسیح، آمین. آمین که با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم. همان گونه که اعلام کردیم کلام خداوند ما همه ماها رو طلبیده، چرا که خدا به دنبال ما بوده. هر یک شنبه قسمتی از کلام خدا رو نسبت به یک فردی که برگزیده بوده صحبت کردیم، بازم صحبت خواهیم کرد و انشاءالله میخواییم بپردازیم به این که اولین برگزیده در عهد جدید خود عیسی مسیح هست، هرچند یحیی مطابق کلام خداوند میاد راهو باز کنه برای آمدن مسیح. وقتی میگه راهو باز کنه یعنی اینکه خود یحیی بشارت داد. بشارت یحیی این بود که اعلام کردش که مسیح داره میاد. آنچه را که کلام خدا در عهد عتیق بیش از 300 بار گفته بود یحیی داشت یادآوری میکرد. چرا قوم اسرائیل متاسفانه آمیخته مذهبی شده بودن که به توسط فریسیان، صدوقیان، کاتبین نیز آلوده ترس و نگرانی و شک و نیز انحراف از کلام خدا شده بودش. پس در این موقعیت یحیی شرایط رو برای مردم اسرائیل، قوم اسرائیل مکشوف میکنه که مسیح داره میاد و توبه بکنید، آماده باشید. اما خود عیسی مسیح رو خدای پدر برگزید و او به خاطر همین نیز بر روی زمین آمد. در انجیل یوحنا 3:16 ما شاهد بر این هستیم که کلام خداوند اعلام میکنه که خدا انقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسر خود را داد تا هر کی بر او ایمان آورد نیز حیات جاودان داشته باشه و هلاک نشه. خب این یه نمونه است. اما در انجیل مرقس 10:45 هم داریم که اعلام میکنه زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود، یعنی خدمتش بکنن، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. یعنی خدمتش برای مردم، یعنی در قلب عیسی مسیح یک دلسوزی عمیقی بود نسبت به مردم، مردم جهان، و این دلسوزی از طرف خدا بود، از طرف روح خدا بود. پس امروز من و شما به عنوان یک شخص مسیحی در هر جایگاهی که هستیم، در هر پست و مقامی هستیم، در هر سنی که هستیم، اگر احساسی نسبت مردم جهان نداریم، دلمون نمیسوزه، بی تفاوت هستیم، عذر میخوام، باید به ایمانمون برگردیم. چه اتفاقی برای ما افتاده که ما دلسوز مردم نیستیم؟ چرا که ما شاگردان عیسی مسیح هستیم که جانش رو داد و مسیح میگه صلیب تو بردار. و معنای عشق و دوستی رو مسیح اعلام میکنه که یعنی این که من جانم رو برای دوست خودم بدم. پس اگر این دلسوزی در وجود ما باشه اجازه نمیدیم هیچ چیزی مانع بشه برای خدمت بشارت. اگر مطابق مکاشفه 19:16 ما میخوانیم که میگه عیسی مسیح پادشاه پادشاهان بودش، پس اگر عیسی مسیح پادشاه پادشاهان بود میگه من آمدم که شما رو تا مرزی خدمت کنم که جانم رو بدم، چقدر بیشتر ما نیز باید این گونه عمل کنیم. و در آنچه که در کلام خداوند اشاره میکنه در انجیل متی 28:19 ما برگزیده هستیم. وقتی مسیح میگه بروید یعنی انتخابتون کردم. حالا مسیح ما رو طلبیده، آیا ما برگزیدگی خود رو باور داریم یا نه؟ اگر برگزیدگی خود را باور داریم، اگر ایمان داریم روح القدس رو داریم، اگر ایمان داریم جزء خواندگان هستیم، پس چرا سکوت میکنیم؟ چرا برای رسوندن خبر خوش نجات به دیگران ما میایم قوانین توجیه شده رو میذاریم، میگیم اون خیلی مسلمونه، اون یکی که کمونیسته، اون خیلی پیره، اون جوونه، بچه است، نه اون که اصلا درک نمیکنه.
این دلایل انسانی ماست. لذا ما میدونیم که نجات سلیقه ما نیست، نجات از طرف خدا برای همه اعلام شده، صادر شده و ما در این قسمت همکاران خداوند هستیم. باز از این رو پولس رسول در اول قرنتیان 9:16 اعلام میکنه بشارت دادن برای من که افتخاری نیست، وای بر من اگر بشارت ندم. پس ما برگزیده شدیم به عنوان فرزندان خدا، به عنوان نور و نمک، به عنوان شاهزادگان، به عنوان سفیران، به عنوان کاهنان، به عنوان همکاران خدا تا خبر خوش نجات رو بدیم. من در این رابطه بسیار صحبت میکنم در این روزها. علتش این هستش که الان زمان این هست که ما باور کنیم عزیزان که فرزند خدا هستیم. باور کنیم، نه اینکه فقط بگیم. چرا که وقتی میگیم تصور بر این هستش که یک اعتقاده، اما زمانی که باورت رو درش عمل میکنی، به اجرا میرسونی، این ایمان تو هست. ایمان یعنی چشمنداز از آنچه که تو قبول کردی و میپذیری و میبینی مطابق نامه ابرانیان 11 رو که اعلام میکنه. پس تو هم وطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردی، این رو بدی. تو برگزیده‌ای، میتونی بگی من برگزیده خداوند هستم؟ آمین. اعلام کن، بلند بگو که شیطان بشنوه که تو برگزیده هستی. آمین. و توجیهات بر فکر و دل و احساسات تو حاکم نشه. هموطن عزیزم، اعضای کلیسای پرسان مسیح، از زهره جان که اینجا تشریف دارن خواهش میکنم انجیل یوحنا 4 رو باز کنیم. میدونیم که انجیل یوحنا باب 4 در رابطه با ملاقات مسیح با زن سامری هستش. از همون ابتدا میخونیم، آیات بسیار هستش، لطفا توجه بفرمایید بتونیم از کلام خدا همه بیاموزیم. منم نیاز دارم. وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیدند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می‌دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می‌دادند نه خود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت. چرا که مسیح دیده بود که اینها با اون روحیه عدم درک نسبت به یحیی و همچنین نسبت به عیسی مسیح، هرچند خدمات عیسی مسیح و یحیی همه در مسیر اراده خدا بود، اما هر کدوم به سبکی بودن. یحیی آمد مسیح رو بشارت بده و مسیح آمد آنچه که پیشگویی شده بود رو انجام بده، جانش رو برای گناهان بشریت بده. اما فریسیان گویا این موضوع رو درک نمی کردن. یعنی نه یحیی رو درک کردن که خود مسیح میگه در انجیل، میگه یحیی که نه شراب میخورد و نه با گناهکارها بود شما اون رو محکوم کردید، من که با شراب خورا هستم، با گناهکاران رابطه دارم تا اونها رو بشارت بدم، شما منم محکوم میکنید. پس شما انتظارتون از اینکه یک شخصی که از خدا صحبت میکنه، از طرف خدا اومده، چگونه میتونه باشه؟ پس فریسی‌ها درک درستی نداشتن. امروز هم همین گونه است. عده‌ای از واعظین، از شبانان محترم هستن، از خادمین هستن، فقط از عیسی مسیح میگن، از کلام خدا میگن، بسیار عالیه، خدا رو شکر برای وجودشون. و شاید افرادی هم مثل من هستن، از کلام خدا میگن، از نظام اسلامی هم که داره خیانت میکنه میگن، ولی عده‌ای هستن هم مخالف اونان هم مخالف ما هستن، یعنی همه رو مخالف هستن، چه اونهایی که کاری به جمهوری اسلامی ندارن مخالف اونا هستن، و چه من که هم کاری به کلام خدا دارم برای بشارت، هم کار دارم به اسلامی که از طرف شیطان هستش و هم بر علیه الله صحبت میکنم، هم بر علیه نظام اسلامی. ما میبینیم دشمن مشترک داریم. پس این رو میگم که هوشیار باشیم فرزندان خدا. همه ما توی جبهه هستیم، هر کسی خدمت خودش رو داره انجام میده. پس مبادا ما مثل فریسی‌ها عمل کنیم، از کسی لزومی طرفداری کنیم، طرفداری از کلام خدا کنیم، طرفداری از خود خدا کنیم، هرچند خدا احتیاج به طرفداری ما نداره، منظور این که کنار مسیح بایستیم. بله، ولی لازم بود از سامره عبور کند. او به شهری از سامره که سوخار نام داشت نزدیک مزرعه‌ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. خب همون گونه که این کلام خداوند میگه، عیسی مسیح خداوند هستش، پس 100% الوهیت الهی رو داره، اما 100% انسان هم بود، پس خسته میشد.
پس اشاره به اینا داره میکنه. از طرفی در انجیل متا 10:5 ما میخوانیم که مسیح به شاگردان میگه هوشیار باشید از مکانهایی که غیر یهودی ها هستن نرید، مانند سامری ها کاری به اونها نداشته باشید در یه بشارت، چرا کلام خداوند میگه در ابتدا این بشارت رو به قوم اسرائیل بدیم. اما چرا خودش میره؟ این رو بدونیم. اگر ما میخواییم بشارت بدیم، دعا کنیم، اجازه بدیم در قلمروی خدمتی که میخواییم بکنیم اول مسیح بره. خیلی از عزیزان هستن که اصلا میترسن درباره سیاست به عنوان مسیحی و کشیش صحبت بکنن. خورده نگیریم، شاید این خواندگی رو ندارم، هوشیار باشیم. شاید خود من اکثر موقع تو صحبتام انتظار دارم همه شبانان مثل من فکر کنم، اشتباه کردم، اشتباه میکنم. هر کسی خدمت خودش رو داره. عیسی مسیح به شاگردان گفت نروید، ولی خودش رفت. دو علت داره: یک، او خداوند هست. اگر شما با هدایت خداوند در مکانهایی میرید که اونجا جفاست، اما میرید، مثل الان خیلی از ایمانداران هستن از ایران با من تماس میگیرن، میگن برسو ما دعا کردیم، خدا با قلب ما صحبت کرد، برفرض مثال بریم نماز جمعه و فلان حاج آقا رو ببینیم، نه که نماز بخونم و بشارتش بدیم. من میگم خدا بهت گفت؟ میگه بله. میگم آمین، خدا رو شکر. پس ما محدود نمی کنیم. مسیح نیومده محدود کنه نجات برای فقط قوم اسرائیل، نجات برای همه ملت هاست، نجات برای تمام قوم ها هستش، ولی با مسیح حرکت کنیم. نکته دوم این هست: مسیح زمانی رفت که گویا مردم سامره آماده بودن. میدونیم که مردم سامره به 5 کتاب اول ایمان داشتن، کتاب موسی، پس قوانین موسی رو نیز رعایت میکردن، اما به خاطر اینکه دروازه های سرزمین خودشون رو باز کردن و اجازه دادن که با بت پرستا ازدواج بکنن، از این رو از دیدگاه یهودیان اونها نجس بودن. حالا خیلی عجیب بود، عیسی مسیح رفته بود اونجا و توی اون مکانی که سامری ها بودن اونجا قدم گذاشته بود. پس ما باید بدونیم شاید تا 10 سال قبل بهتر بود درباره اسلام واعظین هیچی نگن، فقط محبت مسیح رو بگن، فقط درباره انجیل بگن. از نظر من، البته از نظر من و برای خودم این رو میدونم که امروز وقتش ما درباره اسلام هم بگیم، درباره اونور سکه بشارت هم صحبت کنیم، درباره تاریکی هم صحبت کنیم، همون گونه که میبینیم که جدعون اول درباره بت صحبت میکنه و بت رو میندازه و بعد خدمت به خداوند رو شروع میکنه، هرچند اونم خدمت بودش. امروز لازمه به از نظر من شبانان، واعظین، خادمین نسبت به اسلام شناسی آگاهی داشته باشن و اسلام شناسی رو هم تعلیم بدن، نقدش کنن اسلام رو، چرا که باوری است که داره آسیب میزنه. وقت بشه در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد. بله. تقریبا ظهر بود، یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت قدری آب به من بده، زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. اصلا این کاملا از نظر شریعت یهود یک کار گناهالودی بود، یعنی این که یک شخص یهودی، اونم که معلم باشه مانند مسیح، از نظر یهودیان این گناهه که با یک شخص نجس، سامری از دیدگاهشون نجس بود، صحبت کنه، تازه آبم از اون بخواد. بله. زن سامری گفت چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب میخواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی کنند. عیسی به او پاسخ داد اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد، حتما از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد. عیسی مسیح شخص مذهبی نیست. حتما از من و خیلی از واعظین شنیدید که ما مذهبی نیستیم. من که اعلام کنم لا مذهب هستم، کلیسای ما کلیسای لا مذهبا هستش. عیسی مسیح رابطه مذهبی رو ایجاد نکرد بین خودش و اون زن سامری، یک رابطه عاشقانه رو ایجاد کرد، یک رابطه دوستی، یک رابطه که با درک بود رو داره ایجاد میکنه با این زن سامری تا قابل درک بشه علت خلقت. از این رو کلام خدا میگه رحمت میخواهم، نه قربانی، نه رسومات، نه شریعت،
نه قوانینی که انسان‌ها درست کردن به عنوان مذهب، بلکه من عشق و محبت رو نیز می‌طلبم. بله؟ زن گفت: ای آقا، تناب نداری و این چاه عمیق است. از کجا آب زنده می‌آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری؟ معمولاً وقتی که افراد سفر می‌کردن در اون زمان، خب یه تنابی هم با خودشون می‌بردن که بتونن آب بیارن و به اون ظرفی بس بود که آب بیاره. یعنی این یه چیزی که زن سامری میگه قسمتی از واقعیت یک زندگی اون زمان بود که مسافرین داشتن، شاگردان داشتن، ولی عیسی مسیح با خودش چیزی هم نمیکرد که بتونه اونم نیز داشته باشه. بله؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گلهش از آن آشامیدن؟ این طبیعت افراد مذهبی هستش. ما خودمونم وقتی بشارت میدیم به مسلمانان عزیز، بلا فاصله میگن آره خب ما عیسی مسیح رو دوست داریم، اما عیسی مسیح که دیگه از حضرت محمد که بزرگتر نیستش، که حضرت محمد خیلی بزرگتره، حضرت فلان فلان، اینا رو هی به رخ مبشرین میکشن. چرا این آگاهی رو نیز ندارن؟ بله؟ عیسی گفت: هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. خب مسلمان عیسی مسیح داره قدرت درک این زن رو برکت میده با صحبتاش، داره به اون این درک رو میده با مسیر محبت و روش بشارت هست برای ماها که با محبت بتوانیم مخاطب خودمون رو متوجه حقیقت کنیم که مذهب و شریعت در مذهب، قوانین مذهبی فقط به ما کمک میکنه که ما رضایت قلبی داشته باشیم، اما آنچه که مسیح میگفت درش رضایت خدا بود. یعنی رابطه ای هستش که عیسی مسیح داره ایجاد میکنه بین اون زن سامری حالا با خدا، تا زن سامری توبه کنه و از آب حیات نیز اون برکت رو بگیره. ولی زن سامری داره به خداوند میگه آره من میخوام با این آب به تو رو خوشحال بکنم. شما ببینید توی رسومات مذهبی بر فرض مثال توی مسلمانان سفره ها میندازن، سفره فلان، سفره فلان، سفره فلان، و میگن حالا خدا خوشحال میشه، ما این سفره رو انداختیم، این نذر رو کردیم، این شله زرد رو دادیم، این خورش رو دادیم، حالا خدا خیلی خوشحال میشه. خدا میگه من زمانی خوشحال میشم که شما به مسیح ایمان بیاورید و از نان و از اون شرابی که مسیح مهیا کرد در عشای ربانی شما برکت بگید که باعث نجات شما میشه، نه اینکه شما برای من خورش درست کنید، هم دیگه بخورید اینا لذت ببرید و بعد بگید آره خدا خوشحال شد از اینکه ما یه شله زردی هم دادیم، یه نذری هم دادیم. خیر عزیزان، این در اصل یک تلقیم، یک خدا، یک خودباوری هستش، اما خدا رو راضی نخواهیم کرد با این اعمالمون. بله؟ زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. که منظور روح القدس هستش. پس ببینید آنچه را که مسیح داره میگه امروز کار من و شماست. یعنی من و شما وقتی که دلیلی میشیم برای رسوندن خبر خوش نجات به یک نفر و یه شخص ایمان میاره، حالا این شخص هر جایگاهی میخواد داشته باشه، شما کمک میکنید که گذشته از این که اون گناهش بخشیده بشه و زندگیش تقدیس بشه، حالا روح القدس رو داشته باشه. روح القدس که میتونه شخصیت اون رو تبدیل بکنه در یک جایگاهی که در مسیر شخصیت خدا روش کنه، مطابق غلاطیان 9:22 که 5:22 که اعلام میکنه اون پایه‌های اصلی شخصیت سالم رو، خوشی، آرامش، تواضع، فروتنی، نیکویی، پرهیزکاری، محبت هستش و اون رو داره برکت میده. میگه اون چشمه‌ای در تو میشه که باعث میشه تو با خودت صلح کنی، تو با خدا صلح کنی، تو با خانوادت صلح کنی، تو با تمام جامعه صلح کنی. پس لزومی نداره که اگر یک نفر دگر باور هست بگی من میرم سرشو ببرم، مطابق آنچه که ما در قرآن میخونیم که دگر باوران رو سر میبرن. بله؟ زن گفت: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. بازم زن فکر و تصورش این بود که این دنیاش تو آرامش باشه. خیلی هستن به کلیسا میان، خیلی هستن خبر خوش نجات رو میشنون، خدا رو شکر، اما به خاطر اینکه رفع مشکلشون بشه،
میگن آره ما خدای حقیقی رو پیدا کردیم، برای همین هست شاید شخصی الان 10 سال 15 سال 20 سال از ایمانش گذشته، به جایی که یه روزی برسه به کشیشش بگه من دو نفر رو بشارت دادم قلبشون لمس شده اینا ایمان آوردن، هی میرسه میگه کشیشش میگه آره من اینو میخوام، حالا من اونو میخوام، فردا میگه اینو برای بچه‌م میخوام، پس فردا میگه برای همسرم میخوام، همش میگه اینو میخوام اونو میخوام اینو میخوام، انگار کشیشا شدن توی جایگاهی که قبلا دعا نویسا بودن و کسایی که فقط دعا میکردن و فال و فالگیری، حالا این کشیشا و خادمین همش باید دعا کنن برای نیازهای ایمانداران. این روش نیست عزیزان، روش اصلی این هستش که ما بریم بشارت بدیم. وقتی بشارت میدی از خواندگیت متوجه میشی، وقتی خواندگیتو متوجه شدی خدا تو رو برکت میده. مطابق عبرانیان 6:10 میگه من انصاف دارم، خادم خودم رو فراموش نمی کنم. دیگه نگران چه موضوعی خواهی بود؟ این همه خادمین هستن از جمله خود من که خدمت آنچنانی ندارم، با دانش کمم اما عشق زیادی به مسیح و به مردمم دارم، خدمت میکنم و تا به امروز خدا من هرگز نذاشته من بمونم، کار نمیکنم که بگم من الان درآمد آنچنانی دارم. درآمد کلیساها رو هم دارید میبینید، شبکه امید جاودان هم دارید میبینید، خیلی هم لطف میکنم میگم کمک نکنه دیگه به این تلویزیونا، البته این تلویزیون کشیرسو که در رابطه با اسلام و سیاست هم صحبت میکنه یا کلیساشو، ولی خدا نمیذاره من بمونم چون من نگاهم به خداست. همه رو دوست دارم، مردم رو دوست دارم، اما رضایت من رضایت خداست عزیزان. پس خادم خدا این گونه عمل میکنه، وقتی خادم خدا این گونه، خدا اونو فراموش کنه، خدا تو رو فراموش نمیکنه. حقیقتا از خودت سوال کن، تا به امروز چند تا درخواست توی کلیسا کردی که درخواستای تو این درخواستای تو نسبت مردم نبوده، یا بیشتر چند تاش مال خودت بوده چند تاش برای مردم بوده؟ آیا به کشیش کلیسا میگه برای من دعا کن که من خواندگیمو پیدا کنم برای بشارت؟ هر خواندگی در مسیر بشارت به کار گرفته میشه، از این رو هستش که خداوند عطایاشو به کلیسا داده تا کلیسا مردم رو بتونه جذب ملکوت خدا کنه. بله، زن پاسخ داد شوهر ندارم. عیسی گفت راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت ای آقا میبینم که تو نبی هستی، پدران ما در روی... خیلی ممنون. خب نگاه کنید عزیزان، زمانی که شما بشارت میدی عطای شما گل میکنه. درسته که عیسی مسیح خداونده و او پر از قوت و قدرت هستش و تمام عطایا مال او هستش، اما من و شما رو خونده، شما هیچ زمانی متوجه عطای خودت نمیشی مگر اینکه عشق بشارت در قلبت باشه، حتی برای کسی که دعا میکنه. خیلی موقع هست کسایی که عطایایی دارن از اون دل زیبایی که خدا بهشون داده میرن برای مریضان دعا میکنن. تو برای چی برای مریضا دعا میکنی؟ تو اون مریض نیست از گذشتن که شفا میگیره خبر خوش نجات رو بشنوه. خیلی اصلا در قلبشون هست برای کسایی که مشکل دارن میرن دعا میکنن برای مردم. وقتی برای مردم دارن دعا میکنن نبوت میشه، اونجا خدا خودش رو جلال میده. پس بشارت بده. اگر میخوای خواندگی پیدا بشه در زندگی روحانیت باید بشارت بدی، و وقتی بشارت میدی اونجا هستش که ما میبینیم یک پکیجی از نیکویی ها میاد، مردم ایمان میارن، قدرت تاریکی اونجا دیگه تأثیری نخواهد داشت، شیطان شکست میخوره. شما چرا باید ما این اخبار رو بشنویم؟ برفرض در فرانسه، در اتریش، در انگلیس این همه مسلمانهای رادیکال و مسلمانهایی که با افکار داعشی، افکار قرآن هست البته، دلیلی شدن باعث رنج فرانسوی ها، رنج اروپایی ها. علت اصلیش عزیزان گذشته از بیخردی این دولتمندان بوده که از کلمه دموکراسی متاسفانه مسلمان ها و کمونیست ها همیشه استفاده کردن و حمله کردن به کشورهای مسیحی. گذشته از این عزیزان در این کشورها قدرت بشارت بسیار ضعیف بوده، بسیار ضعیف بوده. اگر مسیحی ها شروع میکردن مسلمانان را بشارت دادن، قرآن چیزی نداره، قرآن غیر از توهین و تهمت به زن و به مرد و به بشریت هیچی نداره. من چند تا آیات رو براتون میخوام بخونم. در قرآن به خاطر اینکه محمد
یک پیغمبر مرد بوده و مرد سالار بوده، توی قرآن اکثر آیات این هست که مرد خانواده که خدا اون رو تشکیل داده و زن و مرد مطابق نامه غلاطیان 3:28 یک هستن، اما در قرآن میاد میگه مرد سالار هستش و صحبت از سالار بودن اون میکنه. در سوره بقره آیه 228 اعلام میکنه مردان بر زنان برتریت و افسونی خواهند داشت. برای همین هست که در سوره نساء 34 قرآن اجازه میده که مردا زنانی که مریدشون نیستن را بزنه. در سوره نساء 15 اعلام میکنه زنانی که ناموتی هستن و یه گناهی کردن، مردا میتونن اونها رو توی اتاق نگه دارن و ببندن تا اون زن دور از اون زنها بمیره. برای همین از توی افغانستان ما الان داریم افغانی هایی که چند تا زن دارن و زنها رو توی اتاقا میذارن، حتما فیلماشو دیدید، و قفل میکنن حتی که زن نیاد از اونجا بیرون. در سوره نساء آیه 16 اونجا اعلام میکنه اما مردان گناهکار فقط تنبیه شون و بعد آزاد شن. آخه چرا اینقدر تبعیض باید شه؟ آیات بسیار هست. در سوره توبه آیه معروفی هستش که آیه 123 میگه دگر باوربندان رو گردن بزنید. در سوره بقره 221 میگه زنان نامسلمان نیز کنیز هستن و میشه به اونها تجاوز کرد. و آیات بسیار هستش، نمیخوام روی وقتمون رو بذاریم، اما من میخوام اینو بگم عزیزان، اسلام و قرآن هیچی نداره. چرا میترسی یه مسلمان رو بشارت بدی؟ لطفاً دانشت رو نسبت به اسلام هم زیاد کن و یک مسلمان رو شما بتونید بهش همون گونه که عیسی مسیح در مسیر عشق و محبت داره این زن سامری رو بشارت میده، شما یک مسلمان رو بشارت بدید. چون حیفه، حیفه انسانی مسلمان باشه، به طور خاص حیفه ایرانی ها مسلمان باشن. مقصر من و تو هستیم که به عنوان مسیحی هستیم، اما به جای اینکه تلاش کنیم برای رسوندن خبر خوش نجات، هنوز نگاه میکنیم که عیسی مسیح خداوند گفته هرگاه دو نفر با هم متحد بشن هر چی به ما میده، من اینو میخوام، من اونو میخوام، من اینو میخوام. باز کاسه چه کنم، زمان قدیم رو تو دستمون گرفتیم، حالا توی ملکوت خدا داریم ثروتمندیم، اما با یه کاسه کوچیک داریم امور زندگیمون رو میخوایم بگذرونیم. بله، پدران ما در روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. آمین. عیسی گفت ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی شناسید می پرستید، اما ما آنچه را که میشناسیم عبادت میکنیم. ممنون، مرسی. خب داره صحبت میدونیم که در نامه اول قرنتیان 3:16 و 6:16 اعلام میکنه بدنهای ما پیکر خداست. مطلب بسیار هستش اما وقت نداریم، پس بنابراین نمیخوام بیشتر از این طولانی کنم. فقط میخوام اینو اشاره کنم عزیزان، عیسی مسیح زن سامری رو ملاقات میکنه. زن سامری میره به دوستانش میگه، میگه یک نبی اومده و اونها میان مسیح رو ملاقات میکنن. دوباره این زن سامری برگزیده شده بود، این زن سامری گذشته از این که مسیح رو ملاقات کرد، و هنوز ما نمیشنویم اونجا برفرض بگه من به تو ایمان آوردم عیسی مسیح، اما میره خبر خوش نجات رو میده بدون اینکه عیسی مسیح به اون گفته باشه که وجود تو الان از روح القدس پر شده، اونو تعلیم داده باشه. با یک ملاقات اون شخص برگزیده خدا شد. چقدر امروز من و شما تعمید گرفتیم، دعای نجات برامون خوندن، عطایا داریم، کلیسا میریم، ده یک میدیم و خدمت هم شاید داریم میکنیم، اما بشارت نمیدیم. خدمت ما چه خدمتیه؟ درسته که توی کلیسا همه هر کدوم کار خودمون انجام میدیم، یه تیم هستیم، قابل درکه، اما این رو بدونیم نمیتونیم ما بگیم آقا من تو کلیسا دارم خدمت میکنم هنوز خانواده‌ام بی ایمانن. چرا؟ من بشارت ندادم، یا بشارت دادم گوشتک ولش کردم. دعا کن براش. این زن سامری وقتی که دوباره برمیگرده پیش بقیه دوستانش که سامری بودن و میگه که آره من اومدم به عیسی مسیح بگم که عیسی مسیح اینه این کارا رو کرد، همه میگن چی داری میگی؟ ما خودمون مسیح رو ملاقات کردیم و دیدیم که عیسی مسیح حقیقتا همون مسیح هستش که ما منتظرش هستیم، چون سامریان منتظر آمدن مسیح بودن. الان مسلمانان منتظر این هستن نجات دهنده بیاد. شیعه ها خب اون رو به عنوان امام زمان میگن، هرچند امام زمان یک افسانه بیش نیست،
درک نمی کنن، اما به دنبال نجات دهنده هستن. سنیان به دنبال نجات دهنده هستن، حتی مطابق خود قرآن که میگه مسیح خواهد آمد، او داور خواهد بود. پس امروز همه شرایط ایجاد شده برای ما، به طور خاص الان که اسلام رسوا شده، امروز ما باید فریاد بزنیم، خبر خوش نجات رو به مسلمون ها بدیم عزیزان، و اجازه ندیم چه در ایران هستیم، هر کجای جهان که هستیم، الان شرایط مناسبه. در همین انجیل یوحنا باب 4 از 35 تا 42 رو لطفا نگاه کنید. میگم وقت کمه، نمیتونیم برسیم. اگر نگاه کنید، عیسی مسیح داره صحبت از این میکنه، میگه محصول رسیده، محصول آماده است. برای همین مسیح میره سامریا رو بشارت میده، آماده است عزیزان. الان زمان درو کردن هستش. ما وایستادیم تا دوباره یه مسلمان بره سر یه مسیحی رو یا اصلا یه دیگر باور رو ببره، بگیم آخ نگاه کنید اسلام اینه. شروع کنید بشارت دادن تا اون مسلمونی که رادیکال هست میخواد سر ببره، اون تو جایگاه درستی بیسته، به جای سر بریدن توبه کنه و قلبش رو به عیسی مسیح بده. عزیزان وقت بشارته. من این روزها هدایت شدم از طرف خداوند، مطابق کلام خداوند. شما عزیزان که برگزیده خداوند هستی، تو حرکت بدم، موجی رو تشکیل بدیم هممون، موجی که خداوند میخواد. اگر در ایران هستیم، مسلمون ها رو بشارت بدید، خواهش میکنم. آنچه را که به عنوان کمپین اسلام نه هست رو ایجاد کنید، روی فیسبوک ها بنویسید اسلام نه، هیچی نمیشه، نترسید عزیزان. مگه کنار من بادیگارد ها هستن؟ دولت آمریکا ایستاده. اسلام نه، اسلام از طرف خدا نیست عزیزان، الله بوته. اعلام کنید، نترسید. تا خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ مگه قراره ما اینجا چقدر بخوایم عمر کنیم؟ چقدر خوبه که در راستی بایستیم. پس نترسید. اگر میترسید، هنوز از روح القدس به اندازه کافی پر نیستی که اعمال رسولان 1:8 بر تو تأثیر بذاره. بر در و دیوارها بنویسید، روی فیسبوک ها بنویسید، لطفا به نام منم ثبت نکنید. انسان کیست؟ شروع کنید به دیگران گفتن. هر باوری هم داری عزیزی که الان روی فیسبوک، روی اینستاگرام هستی، روی شبکه امید جاودان هستی، این نهضت اسلام نه رو ایجاد کنید و خواهید دید که به فیض خداوند نظام اسلامی سرنگون خواهد شد. با سپاس فراوان از ساحل عزیز در این قسمت، از سروش عزیزم، همچنین زهره جان که لطف کردن کلام رو خوندم، از تک تک شما خوبان تشویقتون میکنم فردا با ما باشید در شبکه محبت که از ساعت 10 صبح شروع میشه. در خدمتتون هستیم 1 ساعت و نیم برای دعا. لطفا برای ما دعا کنید، لطفا برای خدمات ما دعا کنید. خواهشم این هستش که عزیزان دعا کنید. اگر خدا با قلبتون صحبت میکنه، ما این خدمت شبکه رو داریم دوباره گسترده میکنیم با فیض خداوند. اما نیازهای مالی روی این دنیا لازم هست و خدا از شما به عنوان همکارش میخواد استفاده کنه، نه به پاس اینکه این پول بیاد و بخواد مزایایی برای من بشه. هرگز هرگز، بلکه کمک بکنه ما این شبکه رو وسیع کنیم، کارمندان بیشتری رو استخدام بکنیم در این قسمت و بتونیم خبر خوش نجات رو با این روکی، بدون ترس، بدون اینکه ما بگیم بر فرض مثال یه خود ملاحظه کرده باشیم، به گوش ایرانی ها برسونیم و ایرانی ها نیز نجات پیدا کنن. برکت خداوند عیسی مسیح پیوسته با شما خوبان و عزیزان باشد. بریم عزیزان یه سرود دیگه ای رو، مهمان عزیزان هستیم، ببینیم، بشنویم، پرستش بکنیم و از خدا بخوام که قوت بشارت رو به ما بده در نام عیسی مسیح، آمین.
خداوند تو رو میپرستیم و نام تو رو بلند میکنیم. با هم بخونیم چون او